بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز برنامه رو یه مقداری زودتر شروع کردیم چون قرار هست که من برم یک جاب یا یک شغل یا یک اساینمنت رو به فارسی چی بگیم دارم باید انجام بدم و اتفاقا یک مهمانی داشتم، آقای فرهمند، که قرار بود با هم ساعت 6 یه مصاحبه‌ای داشته باشیم. از ایشون عذرخواهی کردم و گفتم یک وقت دیگر. از طرفی قرار بود با آقای عباس سعیدی برنامه داشته باشیم تقریبا اولین جمعه هر ماه، که با ایشون دیروز صحبت میکردم گفتن امروز کار دارن و نمیتونن. من بارها گفتم این برنامه داشتن و سر وقت بودن و به اصطلاح یه تعهدی رو آدم خودش با خودش قبول کنه خیلی کار مشکلیه. بعضی وقتا تو آمریکا تبریغ میکنه، میگه میخواین رئیس خودتون باشین، بعد یه آدمی رو نشون میده کنار استخ میخنده و داره مشروب میخوره یا داره نوشیدنی مینوشه و کارشو انجام میده. اصلا اینجوری نیست. شما وقتی خودت رئیس خودت میشی، میتونم بگم که بدترین رئیس رو حقیقتا برای خودت انتخاب کردی و اوضاع خیلی خراب میشه. امروز جمعه هست، پنجم ماه فوریه سال 2021 میلادی، برابر است با 17 بهمن 1399، یعنی 13 روز و 30 روز 43 روز دیگه قراره که بهار بشه و امیدوارم بهار امسال، بهار 1400، اولین هدیه‌ای که برای ما داره اینه که کرونا رو به اصطلاح ببره و ما رو از شر کرونا راحت کنه. و آقای اکبری یه پیام گذاشته، من پیامو پخش میکنم، خیلی جالبه و من امروز متوجه شدم که ایشون هم صدای خوبی داره. چون میدونید دلیلی که من اصلا کار رادیو تلویزیون اینا رو شروع کردم، در یه مهمونی شعر میخوندن، چهارشنبه سوری بود و برنامه کاسه شعر بود، اشتباهی نگید، کاسه شعر بود، شعرها رو ریختیم در یک کاسه ای و وقتی خوندیم یه نفر اومد به من گفت که شما خیلی صدای داوودی داری. من اصلا نفهمیدم یعنی چی. گفتم آره اتفاقا دارن دنبال صدای داوود در کهکشانها میگردن. گفت نه آقا، داوود یا حضرت داوود یا کینگ دیوید خیلی معروف بوده، صدای خوبی داشته، حالا کی اون موقع امتحان میکرد و شما صدای خوبی داری. خلاصه ما رو خر کرد و گذاشت سر کار. اتفاقا چند روز پیش با آقای فلا صحبت میکردم، نقل این بود که ازش پرسیدم خب شما چه کسی رو قبول دارین، چه تلویزیون رو قبول دارین، شما که از همه ایراد میگیرین و خیلی زیرکانه تا امروز جواب نداده. بذارید من این برنامه رو با تلویزیون مردم هم به اصطلاح چیز کنم، شیر کنم، شما هم لطف کنید چیز کنید، شیر کنید و به دوستان خودتونم معرفی کنید و نترسید، مثل آقای اکبری نترسید. میگه والا ما هر وقت گذاشتیم هی مجبور شدیم بشینیم اونجا و به اصطلاح فوشها رو جواب بدیم. من یه بار دیگه باید یه ایمیل بفرستم برای دوستان در کانون آوا که این برنامه ویدیو رو فوری اونها بذارن روی بایگانی منظمشون تا دیگران بتونن در هر وقتی از شبانه روز تماشا کنن. ضمناً تعجب نکنید، من امروز نیویورک هستم، میبینید این پشت سر من تایم سکوئر یا نیویورک هست، ولی نه قدر دوستان، این قدرت تکنولوژی این آقای علی دالاس، این همون گرین سکرینه که من الان میتونم عکس کاخ سفیدو بذارم، من الان میتونم ویدیوهای زنده سر تا سر دنیا از فلان کنار دریا، از نمیدونم فلان خیابون لندن، اینها بگیرم ساعتهای مختلف. ولی یکی از دوستان گفت که من یه مقداری حمایت میکنم، هر وقت به دستتون رسید نیویورک رو زنده نشون بدید. گفتم که ما اول زنده نشون میدیم، شما بعدن حمایت کن. البته بعضی از دوستان بیوفا هستن، این کار انجام نمیدن، ولی بعضی ها اتفاقا چون من به اونا اطمینان کردم اگه قرار $10 بفرسته $50 میفرسته. داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم راجع به این بود که وقتی تو کار رادیو تلویزیون هستی از دست بیننده ها و شنونده ها واقعا
آدم شاخ در میاره. و به این گفتم که شاید شما باورت نشه، من یک اره‌ای دارم که باهاش درخت میبرم اینجا هست، و قبل از اینکه بیام تو برنامه اول این شاخهایی رو که از اون هفته تا این هفته درست شده میبرم، بعدن میام. حالا چه چیزایی زنگ میزنن، چه حرفایی میزنن، اینا بماند. ولی برای اینکه جمعه هست و برنامه‌مون رو با فان با خوشحالی شروع کنیم، اجازه بدیم من ببینم 1 و 2 و 3 تا. بله میدونید امروز حتی مشخصات ایمیل و اینها رو هم نداریم، اون کسی که بخواد بفرسته پیدا میکنه و میتونه بفرسته. بریم سراغ آقای اکبری و این پیامی که ایشون گذاشته من براتون پخش کنم با اون لهجه شیرازی بسیار عالی. و ببخشید اگه منظورتون نبوده که من پخش کنم، دیگه عیبی نداره، حالا ما پخش میکنیم. سلام آقای سوربی. سلام. اکبری هستم. طبق پیشنهاد شما فیلم خونه امن دنبال کردم، لامصب 50 قسمت هم بود که بابام دمم اومد که تموم شد. این بابام دمم اومد کاملا شیرازیه، یعنی پدرم پیش تو چشمم اومد یا پدرم در اومد. بله بابام در بابام دم اومد. اصلا نظرم بگم بگو. از اولش کاکو خالی بندی بود، به خصوص قسمت‌های آخرش، بعدی که خیلی هم لیلی به لالای مجاهدین گذاشته بود، دقیقا مثل ترام که دیگرون از جمهوری اسلامی میترسون که بهشون اسلحه بفروشه، اینا هم میخوان مجاهدین رو مطرح کنن که اگه ما رفتیم این لولو خورخورا میان. در هر صورت آخرین بارم بود که سریال ایرانی نگاه کردم. لااقل کاکو فیلم سینمایی معرفی کن، نه 50 قسمت سریال. قربانت اکبری. آقا شما قاطی کردی، من کی این سریال معرفی کردم؟ برو فیلم هفته گذشته رو نگاه کن، حالا خودت هم جریمه شدی 50 قسمت. ولی یه جریمه دیگه، اگه من درست میگم شما تلویزیون مردم رو حمایت کن، اگه من غلط میگم هر وقت اومدم آلمان پول شام مهمون من. آقا جون من داشتم درباره فیلم گزارش صحبت میکردم و یه خانمی اگه اشتباه نکنم همین دوستمون درباره اتفاقا خانه امن هم یه چیز دینه بهش خانه ابدی، و من گفتم خانه ابدی، یه دوست دیگه گفت خانه امن و اینها، و من گفتم که من سریال ها رو نگاه نمی کنم، سعی میکنم فیلم ها رو نگاه کنم. و تازگی داشتم یه برنامه‌ای فکر کنم تو BBC بود، یه مصاحبه ای داشتن انجام میدادن راجع به فیلم های قبل از انقلاب، چه بازاری چه مارکتی روی اینها سلطه داشته و آیا اینها کمک کردن به فهم و شعور مردم، آیا اینها نقشی داشتن در انقلاب 1357. بعد یکی از اونها گفت آقا سینمای ایران خیلی ماجرای پیچیده ای هست. گفت شما باورتون نمیشه، خود دولت به یه سری پول میداد فیلم میساختن، خود دولت فیلم ها رو توقیف میکرد، همون فیلم هایی که خودش پول داده بود. بعد دیروز یه جایی بودم، یکی داشت آهنگ نمیدونم تنها هستی وقتی که 30 میلیون هست مال داریوش، و اینو مجبور کردن عوضش کنه بذاره 100 میلیون، چون اون موقع جمعیت ایران 30 میلیون بود. ببینید چه دستگاهی شاه را انداخته بود، وقت خودشونو به جایی که برن دنبال دزد و قاتل و تروریست گذاشته بودن که آقای داریوش زندگی زندونه، وقتی نباشه شادی، شما بین 30 میلیون زندانی هستی. گفتودن نه 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 این یعنی ایران زندانه فلانه. آقا مردی که معتاد نشسته اونجا بنگ میکشه و هر جا باشه احساس تنهایی میکنه، عوض کردن اینا بگذره. همون کارا رو کردن که منجر شد به آخوند، آخوندم داره همین کارا رو انجام میده. و یادتون باشه بارها گفتم یک بار دیگه میگم، آخوند فرزند خلف فرح دیبا و محمد رضا پهلوی هستن. هر کس باورش برخلاف این چیزیه که من میگم، از آقای فلا، از آقای فرحمند، از دیگر دوستان بیان مهمون ما باشین و با هم صحبت کنیم. آقای اکبری گفته ای آخرین باری بود که من نگاه کردم. آخرین باری بود که نگاه کردم یعنی دوباره ممکنه نگاه کنم.
ولی اگه بگفت آخرین باری بود که دیگه من فیلم سریال ایرانی نگاه میکنم، یعنی دیگه از این به بعد نگاه نمیکنم. بعضی هاش ارزش داره ولی من کلا فیلم ایرانی نگاه نمیکنم. نظرتون دوستان راجع به این نو بک‌گراند ها چیه که ما برنامه‌های زنده میبینید الان این اگر شما یه نفر تو توی نیویورک باشه داشته باشه راه بره، شما ممکنه اگه یه تابلو بگیرید دسته شما اینجا میتونی ببینیش توی این. بذارید یه بار دیگه بهتون نشون بدم. و اتفاقا امروز یه عکس دیگه گرفتم برای این دوستمون آقای دالاس بذارم، از یک فکر کنم این خانم ایرانی باشه، بذارید بیارمش اینجا، ولی هرچیه تو کار تبلیغات و اینها هست. ببینید دوست عزیز، وقتی که ما یه چیزی رو نمیدونیم و روش پافشاری میکنیم که بله هر اتاقی که شما دیدی سبزه این مال جمهوری اسلامیه، اون وقت دوستتم میاد بهت میگه نه آقا اینجوری نیست، هی پافشاری نکن، یه چیزی رو قبول کنیم یاد بگیریم و امیدوارم که بریم. در اصل نمیدونم یه تبلیغ تلویزیونیه و اصلا تو کار تلویزیون قبلا اتاق انتظار رو که مهمونا می نشستن بهش می گفتن گرین روم، ضمن این که این پرده ها آبی بود اون موقع، ولی به اون اتاق می گفتن گرین روم، می گفت مهمون توی گرین روم بشینه تا بعد بیاد اونجا. در صورت آقای اکبری کاکو جون قربونت برم، من نگفتم اون فیلم رو نگاه کنید، من اصلا نگاه نکردم، خودم خبر ندارم. من درباره فیلم گزارش به شما گفتم، اتفاقا پتیکم رفت نگاه کرد و گفت آقا من نصفشو نگاه کردم دیگه نتونستم نگاه کنم. میدونید من معمولا وقتی یه فیلم معرفی میکنم داستان فیلم رو لو نمیدم، اینجا بهش میگن، اینجا یه کلمه خوبی داره وقتی یه دفعه یه نفر میاد آخر فیلمو میگه و خراب میکنه، اسپویلر. بعد مثلا یکی که میخواد بگه میگه اسپویلر آلرت، یا یه مسابقه فوتبال رو اگه یکی نگاه کرده توی جمعی میخواد نتیجهشو بگه از دیگران میپرسه که آیا شما دیروز مسابقه فوتبال رو نگاه کردی؟ اگه کسی میگه نه، میگه خب پس شما یا گوشتو بگیر یا برو بیرون، من میخوام دربارش صحبت کنم بماند. ولی این فیلم گزارش یه فیلمیه که چون از این آقای عباس کیارستمی، یا آقای کیارستمی، من چندین بار تلاش کردم فیلم های ایشون رو ببینم و اون چیزی که دوستان میبینن و میفهمن و من نمیفهمم بفهمم. تا امروز من یک دونه فیلمی که ایشون ربطی داشته باشه با جامعه ما ندیدم. برید همین فیلم گزارش رو ببینید، خانم شعله آقداشلو و یکی دیگه، چون شعله آقداشلو هم اوائل جوانیش موقعی که هنوز دماغش عمل نکرده بود اینا، و شما هم نظرتونو به من بگید، من داستانش و اینا رو نمیخوام خراب کنم، ولی اینو میخوام بهتون بگم که از همون اول اعصاب شما رو خرد میکنه. اگه شما متوجه شدید چرا من میگم از همون اول، اون وقتا میگفتن از به بسم الله، چون جملات با بسم الله شروع میشد، میگفتن از به بسم الله، بعدن میگفتن مثلا از الف تا یه، این از همون اولش اعصاب شما رو خرد میکنه. اگر تماشا کردین بعدن به من بگید که چرا شما هم فکر میکنید که از همون اول اعصاب خرد میشه. و ممنونم از آقای اکبری که این فیلم رو اجازه بدید لینکش رو اینجا گذاشته، منم الان روی فیسبوک میذارم و شما هم اگه لطف کنید برای دوستانتون بفرستید اگه مایل بودید. این دیگه بله میگه که من هفته آینده فیلم گزارش رو تفسیر میکنم. کاکو جون اگه اهل فیلم تماشا کردن هستید، من این پیشنهاد رو با آقای مختار کردم چند مدت پیش، مخصوصا الان که اون نشریه هفته نامه ایرانیان رو تعطیل کرده، گفتم شما چون تو کار فیلم بودی و اینها این کار رو انجام بده، دوستان هیچ کس نمیخواد تعهدی انجام بده. ما گفتیم آقا تعهدی هم نیست، هر وقت نشستی آقا این پیامو که من نگفته بودم آقای اکبری بذاره، گذاشت، من خندم گرفت پخشش کردم، هر وقت وقت کردی نگاه کردی، هفته یه بار، دو هفته یه بار، ماهی یه بار، یه برنامه به نظرت میاد نظرتو با دیگران پخش کن، منتشر کن به وسیله تلویزیون مردم. نه ازت پولی خواستیم نه چیزی،
متاسفانه گفت حالا فکر کنم و اینا. بعدن دیدم که ایشون فکر کنم واقعا دیگه خسته شده، بازنشست شده و یا حداقل فعلا ایام کرونا اینجوریه. ولی اگه شما میخوای هفته یه فیلم نگاه کن، همین روشی که گفتم، این هفته معرفی کن اون فیلم رو، درباره فیلم هفته قبلی صحبت کن یا نظرتو بگو و هفته آیندهم به همین صورت. من فیلم رو گذاشتم، نوشته فیلم قدیمی ایرانی گزارش. این فیلم دوستان یک سال قبل از انقلاب درست شده و برید ببینید که اصلا جامعه چی میگه، تو اداره ها چی میگه. آقای اکبری این فیلمو اگر دیدی بعداً برای من نظرت رو راجع به اون کارمند اداره دارایی و نظرت رو راجع به اون ارباب رجوع که به احتمال زیاد یزدی بود، چون من دانشجو که بودم چندین بار توی سال 53-54 یزد رفتم، اونجا حتی زورخونه یزد رفتم با اون آقای حسین دهقان و اینا، خلاصه میدون مارکار، اون پالوده های یزدی که اصلا خوشم نمیاد، قابل مقایسه با پالوده شیرازی نیست. بماند، دیروز باید با یکی صحبت میکردم، حالا گفتم پالوده یادم افتاد، آقا میدونی اینا میگن اغذیه، چون اینا به شاش شطور میگن اغذیه، اینو عربا به ما چیز کردن. گفتم آقا ولمون کن تو رو خدا. بعد آقا شما نمیدونی، اینا میدونی چرا میگن سگ پارس میکنه؟ گفتم خب برای که سگ واق واق میکنه. نه آقا، گفتن پارس یعنی پارسیان، صداشون اینجوریه. دیگه من طاقت نیوردم، گفتم مرد که اولاق، تو میدونی اصلا عربا په ندارن، اگه اونا میخواستن یه همچین گویی بخورن میگفتن فارس میکنه. همین به خاطر همین پالوده رو کردن فالوده، شیر فارس، پارس رو کردن فارس. آخه چقدر این مزخرفاتی که این حقای دیوانه اون آقای فولاد انت بیچاره اینا گفتن، شما هنوز دارین مزه مزه میکنین. بماند، اعصابمون خرد نکنید، بذارید به کار زندگیمون برسیم. کار که نداریم، بذارید به زندگیمون برسیم. امروز 17 بهمن بهتون گفتم و یکی از دوستان نوشته بود موضوع برنامه یا تاپیک امروز چیه. دوست عزیز، من سال هاست که میگم ما متاسفانه از یک کشور بدبخت و بیچاره و عقب افتاده اومدیم که چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ احتیاج نداریم که بگیم امروز ما درباره چی صحبت میکنیم. انقدر موضوعات زیادی هست که نمیدونیم درباره چی صحبت کنیم. برنامه ما از همه جا، از همه کس، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب و الی آخر. این پس تاپیک نداره. و اما آقای فرهمند کلایه، ببین آقای کلایه اینجا نوشته بودم 6 بعد از ظهر، ببینی اینجا قرمزه، ببینی قرمزه، بله، ولی متاسفانه باید برم، به خاطر همین برنامه امروز زودتر شروع کردم، زودتر تموم کنم و راهی بشم. من راهی بشم، راهی بشم، کبوتر چاهی بشم. یا آهنگارو یا بعضی وقت آدم گوش میکنه خندش میگیره. بله آقای فلا از فروشگاه مسحسن یکی از دوستان قدیمی ما هست که همیشه ما با ایشون اختلاف داریم، ولی با وجود این هر دومون تونستیم به اصطلاح به خاطر دوستیمون اون اختلاف رو تبدیل به دشمنی نکنیم. من از این بابت از ایشون ممنونم. ولی یه چیزی رو آقای فلاح، ما یه برنامه زنده گذاشته بودیم و یعنی داشتیم آزمایش میکردیم یه سیستمی رو و برنامه ها رو گذاشته بودیم، ایشون نوشته بود آقای سربی شما این عتیقه ها رو از کجا میاری؟ گفتم اولا وقتی به یه کسی میگید عتیقه یعنی قیمتش از چیزای معمولی بالاتره، پس این کلمه رو شما درست استفاده نمیکن. دومه، حالا شما وقتی میگی عتیقه منظورت کیه؟ چیه؟ کدوم برنامه است؟ چی گفته که دروغ بوده؟ چی گفته که تو مخالفش هستی؟ آخه ما کی میخوام یاد بگیریم؟ آقای اکبری الان پیغام گذاشته، آقای سوربی هفته پیش که راجع به این فیلم صحبت کردی اینجور اونجور دیگه، الان نمیخواد من دوباره برم. آقا شما راجع به کی داری میگی؟ راجع به چی داری میگی؟ و به آقای فلا میگم آقا من اصلا اینجا عتیقه فروشم، من عتیقه فروشم، اشکالی داره؟ آقا شما چیزای مدرن میخوای بخری، میری فروشگاه مدرن، این فروشگاه مدرن شما کدومشه؟ کدوم تلویزیونه؟
این مجری جدید شما کدوم مجری؟ خب بیاد بگو دیگه، حتی پول بده تبلیغش بکنی مردم بیان اونجا. برنامه‌های تلویزیون مردم که اگه بخوای خداییش حساب کنی روزی 2-3 ساعت بیشتر، چه زومی شد رفت اینجا این فیلم چی رو بهتون نشون بدم؟ ولی این فیلم حواس منو پرت میکنه. دوست عزیزی که گفتی اگه میشه نیویورک رو نشون بده، نمیدونم میخوای چی کار کنی، نکنه خدای نکرده میخوای یه بمبی منفجر کنی سر این چهارراهه، بعدم بنویسی بیا تلویزیون مردم هم زنده نشون داد. این تایم اسکوئر داره نشون میده که هر کی میره اونجا مسافر میره و خود نیویورکی‌ها به اصطلاح خوششون نمیاد از اینکه ویزیتورا یا مهمونا میرن اونجا، چون یواش رانندگی میکنن، یواش راه میری. شما تو نیویورک وقتی یواش راه میری طرف تنه میزنه بهت، میندازدت اینور میگه تو داری به اصطلاح قدم میزنی، من میخوام برم سر کار. و بعضیا میگن آدمای بی تربیتی هستن. خب ممنون آقای فلا. ببین من میدونم شما به دلیل شغلت اونجا صبح تا عصر که وایسادی ممکن 100 نفر 200 نفر بیان برن، با این داری راجع به یه موضوع صحبت میکنی، با اون راجع به یه موضوع، ولی لوتیگری شب که میری خونه از خودت سوال کن امروز من چی گفتم، از کی من یه چیزی یاد گرفتم، چه کسی از این مشتریایی که اومد، حالا اونی که مشتری میاد چی میخره یا اونی که وندر میاد چی میفروشه میذاره اونجا، چه چیزی گفتن که من یه چیزی یاد گرفتم؟ اینو از خودت سوال کن. اگه دیدی نه چیزی یاد میگیری نه کسی از شما چیزی یاد میگیره، آقا این بحثای الکی و مغازهای اصلا، حالا بقالی آدم باید افتخار کنه، اون وقتا مغازه بقالی رو به عنوان یه توهین میگفتن، اینم از فرهنگ بد ما میاد که اشتباه فلانی اگه راننده تاکسی دیدید، حتی یه فیلمی آخونده درست کردن، مردی که احمق به دختره میگه که خب تو به همه گفتی که بابات راننده تاکسیه، اونایی یعنی اصلا دیگه آدم فکر نمی‌کنه تو این دور و زمان یک مجری برنامه اینقدر احمق باشه. در اصل برگردیم مغازه بقالی یا سوپرمارکت مشحسن. ببینید شما چند ساله از اون روزی که شما اومدی اون خانم شیرین عبادی و خانم کار و اینها توی واشنگتن با اون خانم کی بود، دوست دختر شوهرش ول کرده بود شده بود دوست دختر داور، اومدید اون برنامه و بعد آقای سهراب اخوان اومد به شما گفت چهار تا و نصفی توهین کرد به اون خانمه و اینها، چه چیزی رو پیش بردید؟ شما رهبر شما کیه؟ شما چه کسی رو دنبال میکنید؟ خب چرا فکر نمیکنید؟ چرا به هیچ جا نرسیدید تا حالا؟ یه احمقی از کالیفرنیا به نام دانیال زنگ زده بود با من، آقا شما که جزو نایاکی، میگم آخه احمق من بارها گفتم من نه جزو هیچ سازمانی بودم، نه خواهم بود و نه نیستم الان، نه و نه هستم الان، نبودم و نیستم و نخواهم بود. بله شما میتونی بیای آگهی تو بذاری. خب ما یه مدتی آگهی آقای دکتر خاتمی رو داشتیم، ایشون برای اونای زنایی که به اصطلاح مشکل بچه دار شدن دارن یه کلینیک داره. خب آقا ما 90 دلار ما 150 دلار میده، لینکش میذاره اینجا. ما الان سالهاست آگهی یه وکیلی رو داریم به نام آقای لوید ایزنبرگ که روزی که ایشون از دانشگاه وکالت گرفت اومد بیرون، ما اون موقع یه کیس تصادف داشتیم، چون پول نداشتیم و زبانمون خوب نبود هیچکس قبول نمیکرد، این چون دانشجو بود اومده بود بیرون قبول کرد و برندم شد، بعدش هم 2-3 تا پرونده دیگه دادیم بهش برنده شد، آدم خیلی زرنگیه چون کلیمیه و این آگهیش اونجاست. و این آقا به خاطر باوراش شما اگه بهش زنگ بزنی بگی میخوای طلاق بگیری، میگی نه من اصلا کار طلاق انجام نمیدم، چون کلیمی ها میدونی اوناش که مذهب و دین داره یه جورایی مثل یه دین دیگه هست کاتولیکی که به طلاق باور نداره، بمانه اینجوریه. ولی اینو میگم ما اصلا نمیفهمیم، بلد نیستیم سیستم تلویزیون در آمریکا چگونه است. میدونی یه آقایی به نام، حالا گفت فامیلی من نگو، اسم و فامیلش نوشته، بعد میگه لطفا اسم و فامیل من نگو. خب آقا اگه شما با این شجاعت شهامت مینویسی برای من میفرسی، برای آقای دکتر محیط میفرسی، برای اون میفرسی، دیگه چه ترسی داره؟ اتفاقا من پرسیدم ازش دکتر فلانی که تو شیراز بود فامیل شماست، اون رو هم جواب نداد. بماند یه آقایی نوشته که نمیدونم
موزامبیک چنین و چنان، گفتم به چه خوب شد، حالا دیگه ایران رو ول کنیم بریم موزامبیک آزاد کنیم. بعد گفت نه آقا، برای اینه که اینجوری و اینجوری، یه استاتی هم توضیح داد. بعد براش نوشتم دوست عزیز میدونی شما اصلا کانسپت یا پایه و اساس تلویزیون در آمریکا یا تلویزیون در جهان امروز رو عوضی برداشت کردی. آقا تلویزیون پروپاگاندای یک حزب میتونه باشه، ولی همه تلویزیون ها لزوماً پروپاگاندای یک سیستم حکومتی یا یک حزب نیستن. بله مجاهدین میتونه تلویزیون خودشو داشته باشه، از صبح تا شب هم بگه بهترینن. آخوندا هم همین کارو میکنن، شاه اللهی هم همین کارو میکنن، ولی کسی نمیتونه به من بگه که آقا تو بیا این کارو بکن. میگم خودت بیا بکن، برنامه اینجا زیاده. باز داشتم اینو میگفتم آقا ما در هفته 3 ساعت برنامه داریم یا 3 تا برنامه داریم و این هر روز تکرار میشه. حالا الان 2 هفته است برنامه آقای ماسالی و آقای ارشاد و آقای نیساری، این ماه خبری ازشون نشده و دیگران. اتفاقا یه برنامه گذاشته بود آقای نیساری، براش نوشتم آقا با دوستان صحبت کن، اگه میخواین بیان یه مبلغ خیلی کمی ما برای این فیلم هایی که نشون بدیم $20 میگیریم. بعد شما وقتی بیای بگی من میخوام اینو 5 روز نشون بدم، میگم 5 تا $20 $100، 2 روزم من مجانی نشون میدم. شما پول 5 روزه میدیم، من پول اینجا هست. میگه حتما آلمان اینا هم بود، یادمه انگ بود میگفتن، چی میگفتن، زوند یه چیزی اینجوری بود، یعنی حراج مخصوص و اینها و زوند رنگ بود، یه چیزی اینجوری. خلاص اینجا میگه مثلا یه مرغ بخر، یه مرغ مجانی ببر، یه کفش بخر، کفش دوم فلان. ما باید یاد بگیریم اینا چیز کنیم. و دوستان به من نگید آقا چرا از اون نمیگی، طرف نوشته آقا چرا نمیدونم فلانو میگی اونو نمیگی. میگم شما به من میگی مال دوره شاه رو نگم، ولی خودت مال گذشته رو میتونی بگی؟ میمونه توش. امروز یکی نوشته بود که زرتشت اهل مشهد بود یا اهل آذری بود به اصطلاح. من نوشتم والا اون موقع من فکر نمیکنم اینجوری بوده 3000 سال پیش اینجا مشهد باشه، خراسان بزرگ اینجا آذری باشه، بعد همه بگن نه آقا اینا ترکیان فلان. آقا ایران اون موقع بزرگ بوده، بعدم زرتشت یه انسان بوده، بهتر از انسان بودنش این بود که انسان خوبی بوده و اینا جهانی هستن. آقا سقراط و افلاطون و نمیدونم ابو علی سینا و رومی و اینا که نمیشه بگی مال بلخ، مال اینجان، مال اونجا. بعد دوستمون نوشته بود خب تو شناسنامه‌مون می‌نویسن کجا دنیا اومدیم. خب آقا همون کارم اشتباهه، اشتباهش هم همین بس که شما هر کاری می‌خوای باش تو آمریکا، وقتی میخوای بری یه مسافرت چون تو پاسپورتت نوشته تولد ایران یقتو میگیرن. آقا من تو این کره جهان دنیا اومدم، تولد ایران یعنی چی؟ یا اون مثلا سفیر آمریکا که اومده ایران بچهش ایران دنیا اومده، حالا اونجا بنویسن ایران بعد یقه اینم بگیرن؟ آقا ول کنید این هی به شهر چسبیدن و اینا. چون شما اگه بگی نه حافظ شیرازی بود، سعدی شیرازی بود، بعد حالا من و آقای اکبری میام، اکبری میگه آقا حافظ بچه کجای شیراز بود، من میگم آقا بچه دروازه قصابخونه بود، دعوامون میشه. یعنی هی از هم جدا میشیم به جایی که بگیم آقا حافظ رو دنیا میشناسه، خیام رو، اون آقای کی بود کتاب خیام رو ترجمه کرده به انگلیسی، فیتس، همه اینا یادمون رفتا، تموم شد، مغز تعطیل. خب زوندر انگ بود. من یادمه، من میدونی من کجا زندگی میکردم؟ توی بادکروتناخ زندگی میکردم. از قطار که پیاده میشدم باید یه سربالایی رو میرفتم، میونبور میزدم، از توی بازار میرفتم. چقدر قشنگ آلمان، همه جاش سنگ فرش، این ساختمونای قدیمی رو نگه میدارن اینا. اون وقت اونجا میدیدم که میذاره مثلا یه پوتین میذاره زوندر انگ بود، یا هر آلمان من نمیدونم چه تلفظ درست میکنم یا نه، بله اس رو اونجا میگن، من اونجا بودم به من میگفتن هرزوربی، بعد زی که مینویسن مثل سه تلفظ میکنن، مثلا مثل فوتسانگر. آقا بیام اونجا 2 هفته‌ای برات آلمانی صحبت میکنم، باور کن. من کسانی که 17 سال 15 سال توی آلمان بودن میومدن میبردن منو، یه نهاری میدادن یا آبجوی میدادن که برم براشون دولمیچر باشم. طرف میگه آقا تو چجوری اینقدر وقت اومدی اینجا اینو یاد گرفتی؟
گفتم که خب اولا زبان انگلیسی بلد نبودم، مجبور شدم آلمانی یاد بگیرم تا با اینا ارتباط برقرار کنم. معلم انگلیسی من که توی آرمی ویسبادن کار میکرد، خانم آیلین مک‌گاور، اهل پنسیلوانیا، این به من میگو که سوربی من اینجا چند سال درس میدم، اینا آلمانی هن میرن میام، چجوری تو بلدی؟ من بلد نیستم. گفتم آها، تو تا میخوای حرف بزنی اونا شروع میکنن باید انگلیسی حرف زدن، تو مجبوری انگلیسی حرف بزنی، ولی اینجا کسی با من فارسی حرف نمیزنه، من مجبورم. بعدم کلاس رفتم، ماینز رفتم کلاس، تو خود بادک قدسناخ رفتم کلاس. اگه یه وقت وقت کردی رفتی طرف های فرانکفورت و اینها، این هوخهایم، بادک قدسناخ، اینها رو برو. البته میدونم آلمان شما هر جاش که بری جای دیدنیه، شهرهای قشنگ، حتی دهات کوچولو و قشنگ داره. و من واقعا میگم آلمان رو کشور دوم خودم میدونم. شاید بعضی وقتا این چی شد؟ نوشت still watching. آره بابا watching، این برای که ویدیوهاشون ما مصرف نکنیم، یه چیزی اومد اون وسط که هنوزم داری تماشا میکنی؟ گفتم بله. من میدونم حالا این بعد یه مدتی میگه اگه میخوای uninterrupted، یعنی بدونی که ما قطعش کنیم، نگاه کنی، باید مثلا ماهی اینقدر بدی. کجا بودیم آقای فلا؟ من دیگه با نه با شما با هیچ کس دیگه کلکل نمی کنم. آقا من میام اینجا حرف میزنم که دوستان برنامه رو نگاه کنن، اگه یه چیزی یاد گرفتن بازم بیان، اگه چیزی یاد نگرفتن اقلن میفهمن که برن یه جای دیگه. سالها پیش بهتون گفتم این بهبانی معتاد احمق نشسته بود اینجا، مست بود، دوا هم کشیده بود، مزخرف میگفت. بعد یه خانمی زنگ زد، از این خانمایی که ازش اگه بپرسید شما چرا طرفدار فلانی هم هستی نمیدونست. بعد گفت من آقا اصلا امروز چیزی یاد نگرفتم. گفتم اولا مگه ما گفتیم اینجا کلاس اکابره که شما بیای چیزی یاد بگیری؟ پس ما نگفتیم. دوما مگه ما مجبورت کردیم بشین این تلویزیون رو نگاه کنی؟ پس ما نکردیم شما رو مجبور. سوما چی یاد گرفتی؟ بلد نیستی. گفت نه به خدا یاد نگرفتم. گفتم خانم صبر کن، من دبیرم، بلدم، میفهمم کی یاد گرفته کی یاد نگرفته. اولا افرادی که میگن من کم یاد گرفتم یا یاد نگرفتم، اینا بیشتر از اونای دیگه یاد گرفتن که فکر میکنن یاد گرفتن. این یک. دوما شما یاد گرفتی که از برنامه این بهبهانی معتاد الکلی و این سربی بی سواد سیاسی چیزی یاد نمیگیری؟ شما اینو یاد گرفتی یا نه؟ موند. گفتم حالا دفعه دیگه اینجا پیدات نشه، برو یه جای دیگه، برو ببینم اونایی که یادت میدن بعدش شما چه پخی میشی. امروز ممکنه من یه ساعت کمتر برنامه داشته باشم، چه خوب، حالا همه میگن، ولی یک شنبه ساعت 12 ظهر اگر اسایمنت نداشته باشم اینجا میشینم، آقای ذوالفقاری و دوستانشون برنامه ای دارن، اون رو برای شما من رله میکنم، پخش میکنم، حتی شاید خود منم تو برنامه مثلا بتونم یکی دو دقیقه صحبت کنم. حتما میدونید که آقای پرویز دستمالچی که چی بود توی بذبینم میاد اینجا این پرونده یا نمیاد، نه نیومد، توی اون کافه میکونوس، توی اون تیراندازی که شد، ببخشید این بدبختی ما هم همین آهنگ همراه شو رفیق، این مال آقای منصور تهرانیه. بارها براتون گفتم، بازم میگم، من اولین ایرانی بودم که بهش زنگ زدم گفتم آقا من میخوام اینو استفاده کنم تو برنامه، اجازه دارم؟ خندید، گو آقا بعضیا اصلا به عنوان آرم برنامهشون استفاده میکنن و هیچ وقت از من اجازه نگرفتن. و من خیلی تعجب میکنم که شما اینو گفتی بله اجازه داری، و خیلی هم خوشحال شد که ما هنوز این آهنگو گوش میکنیم. بهش گفتم البته نظر من این هست که ما ملت بدبختی هستیم که این مرغ سحر و این آهنگ همراه شو رفیق شما و یار دبستانی من و فلان و اینا، این همراه شو رفیق مال این نیست، یار دبستانی مالمونه، من برای یار دبستانی نمیدونم چوب تو سرمون و شاخه فلان بیسار و اینها بماند، از هر دری من سخنی میگم. و اون دوستمون اومده میگه که شما بگو تاپیک چیه، بذارید من اینجا بنویسم. بله حدود اوکی دوستان،
باز اشتباهی کردن، اینا با زرد و سفید وقتی شما مینویسید خیلی پیدا نمیشه. اگه زیرش کوچیکتر بنویسید، بکگراندش مشکی باشه، بعد با زرد اینها توش بنویسید، یا زرد باشه با قرمز توش بنویسید. نوشته نخستین همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران. با هم ببینیم، یه دقیقه بیشتر نیست، 59 ثانیه. نخستین، بذارید خشکش کنم براتون، نخستین همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، یک شنبه 19 بهمن، 7 فوریه، امروز 17 بهمنه. و کیه؟ بذارید من این پروندهش اینو بزرگتر کنم که شما زیرشم بتونید. من فکر میکنم اون کسی که اینو ساخته اونم مثل من خیلی از ویدیو ادیتینگ و اینها بلد نبوده. شما ویدیوی آقای ماسالی رو نگاه کنید، هر کسی ساختتش خیلی قشنگ ساخته. آقای زمانیان شما اشک ما رو در برنامه قبلی درآوردی. آقا ولمون کن، اینجا چیزی یاد نمیگیری، برو دنبال کار زندگیت. حالا زمانیان میگه این سوربی دیوونه شده، نشنیده قبلش که من داشتم راجع به اون خانم صحبت میکردم. بله، یک شنبه 19 بهمن 7 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، فکر کنم حدود ساعت 9 میشه به وقت ایران، 8:30 میشه به وقت ایران، ولی به وقت نیویورک من میگم 12 ظهر میشه، به وقت کالیفرنیا میشه 9 صبح. من سعی میکنم اگر اینجا باشم براتون این رو زنده نشون بدم. اگر کسی هم هست که مایل این برنامه رو حمایت کنه خوشحال میشیم، $50 $100 بفرسه به عنوان هم حمایت هم پول آبجو ما در بیاد. خب این آهنگشو برداشتم که این آهنگ همراش و رفیق یقمونو نگیرن، این به عنوان نوشته ما میتونیم تبلیغ کنیم. بله، نخستین همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، یک شنبه 19 بهمن 7 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. خب ببینید، شما وقتی یه فیلمی رو نشون میدی منظورت اینه که مردم فیلمو ببینن، بعد اینقدر بزرگ مینویسی میذاری روش، یه کمی درست نیست. خب این سخنرانان خانم شهلا عبقری، احد قربانی دهناری، آقای پرویز دستمالچی، جلال ایجادی، محمود آشوری، گشتاسب باوند و آقای حسن ماسالی. این آقای گشتاسب باوند دوستان اگه اشتباه نکنم همون کسی بود که یه دفعه خیلی شاپرست و اینها یه دفعه سر از ایران درآورد. من اصلا یه دلیلی که دوست دارم تو این برنامه حضور داشته باشم روزی شنبه همینه که با اینایی که میرن ایران و میان صحبت کنیم آقا چجوریه این ایران، طرف میاد دنبالش از کشورهای دیگه میربایه، یا به قول آقای عزیزان ربایش میکنه، میدزدتشون، میبره اونجا پدرشونو در میاره اعدام میکنه، ولی شماها با پای خودتون میرید اونجا هم قهوه و چایی و بیسکویت و اینها و بعد برمیگردید عوض شدید. و اما اینها یه وبسایتی هم دارن به نام آزادی و عدالت. ببینید میگم این دوستمون که این کار انجام داده خیلی بلد نبوده، اینه شما اینو این ور رو کوچیک بنویس، قرمز بنویس که ما بفهمیم این همش یک کلمه نیست. بعد بعضی ها رو با بزرگ نوشتن، بعضی ها رو با حروف کوچیکتر. در اصل من جون کندم تا پیداش کردم. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای آزادی و عدالت در www.azadivaedalat.com مراجعه فرمایید. یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا، 9 صبح به وقت غرب آمریکا. ممنونم از آقای ذوالفقاری دوست خوبمون. این توی تلویزیونای ایرانی شما به ندرت آدم خوب پیدا میکنی. آقای ذوالفقاری یکی از اوناییه که اینم آلمان بوده، آقای اکبری اینم آلمان بوده، یکی از اوناییه که تصادفاً سرکارش به تلویزیون کشیده و من اولین بار با ایشون وقتی آشنا شدم که از اون تلویزیون شجره و یکی دیگه جدا شده بود و میگه آقا ما این دوربین و اینا رو تقسیم کردیم، این برای تو این برای این، گذاشتیم اینجا، فردا که رفتیم ورداریم عوضشون کرده بودن.
باورتون میشه؟ اون وقت این آدما میان تو تلویزیون به شماها میگن خوب باشین، اینجوری باشین، اونجوری باشین، خداوند ما رو از دروغ رها کنه. آقا تو پدر سوخته دروغگوترین آدمی. آقای مهدی ذوالفقاری اسمش رو تایپ کنید، برنامه‌اشو میتونید ببینید. نظرتون راجع به این بک‌گراند یا این چیه که نشون بدیم جاهای مختلف، شهرهای مختلف؟ البته یکم برای من کار داره، باید هی از یک کامپیوتر سومی این صفحه رو بگیرم بیارم بذارم اینجا. خب دوستان عزیز، ساعت 2:12 است و آقای فلا، من حقیقتش میخواستم یه برنامه رو مختص شما بذارم، ولی دیدم اصلا بیهوده وقت تلف کردنه. نه من با این سن و سال عوض میشم، نه شما عوض میشی، و میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی ما صحبت کردنم بلد نیستیم. همش طرف میگفت، گفت مجاهده میشنستن میخواستن حرف بزنن، وقتی هم میخواست حرف بزنه میگه حالا تو حرف نزن، گوش کن. یعنی فقط میخوایم حرف بزنیم، و اگه شما میخوای حرف بزنی شما ویدیو بساز بذار اینجا، من بسام مال شما رو مجانی پخش میکنم. خب ویدیوی همایش یک شنبه رو بهتون نشون دادم. یه ویدیویی من دیدم در رابطه با روز زن و روز مادر و اینا، میدونید که همه این چیزا قاطی شده. یه نفر به من زنگ زد گفت روز مادر مبارک، گفتم که والا 25 آذر بود، گفت نه آقا اون تولد فرح بوده، حالا نمیدونم تولد فاطمه. گفتم ببینید چه ملت بدبختی هستیم، ایرانی بشینه تا یک زن هرزه‌ای به نام فرح دیبا از فرانسه کمونیستی بلندش بیاد اونجا یه شب فلان بشه شهبانو، بعد این ملت احمق، ملت احمق که نه، دولت اینو بذارن ما روز مادر. من یادمه در هنرستان شیراز یک خانمی به نام خانم 12 امامی، خیلی زن بسیار خوبی بود، معلم ریاضی ما شد، و این زن رو وقتی، این خانم رو وقتی اومد توی هنرستان و اینها، خب همه این دبیرا، اون موقع من دانش آموز یا هنرجو میگفتن، ما هنرجو بودم، ولی همه این دبیرا و اینها میخواستن بلاخره بله. بعد یه روز روز مادر شد، برای اولین بار تو هنرستانی که من 3 بودم هیچ خبری نبود، گفتن روز مادر رو میخوام جشن بگیریم، همه بیان تو سالن جدیدی که ساختیم، سالن 2 بالای کارگاه برق. گفتیم باشه، رفتیم اونجا، سالن قشنگی درست کرده بود اون، هر کی تصمیم گرفت تو بسازه. بعد وقتی آوردن گفتن و حالا ما مادر این هنرستان رو به شما معرفی میکنیم. من فکر کردم میخوان از خانم نصراللهی تشکر کنن. خانم نصراللهی ننه مدرسه که نمیشه بگیم، بابای مدرسه آقای نصراللهی بود. بعد این خانم نصراللهی خود یه چند تا بچه داشت، بعضی از بچه‌هاش هم با ما بازی و تنیس و تنیس که نه رو زمین والیبال میرفتیم بازی می‌کردیم، اینا دوست بودن. و من یادمه خود من وقتی از خیابون تنوره بغیری ها بود و چرخه میرفتم، از تو بازار و از دروازه اصفهان و اینا میرسیدم هنرستان، اگه یه روزی بارون بود جنازه ما میرسید اونجا، پالتو مالتو که نداشتیم، چتر و مت که نداشتیم، میرفتیم لرزون. وقتی ما میرفتیم دوچرخمون رو پارک کنیم، این اتاقش اینجا بود، هر کی میدید با امروز انقدر بی پوله که باز نداشته 5000 بده تاکسی با دوچرخه اومده، این صدا میزد لباسای بچهشو میداد به ما بپوشیم، لباسای ما رو میگرفت خشک میکرد تا مدرسه تموم بشه ما بریم. اون وقت آقای نوبختیان که آدم خوبی بود ولی احمق، آقای حاجی معلم که آدم بدی نبود احمق، دیگران همه احمق، این مادر مدرسه نبود، خانم جوانی که فکر نمی‌کنم اون موقع تا 30 سالش هم بود، یک کسی بود رشته ریاضی لیسانس گرفت و احتمال 24-25 سالش بود، این رو به عنوان مادر اون روز آوردن گل دادن. و من اصلا مونده بودم، من یه نوجوان بودم دیگه، چی بگیم، ما میگیم کودک، بعدش نوجوان، بعدش جوان، تا 18 و 19 شما نوجوان هستین، اینجا بهش میگن تین، 13 14 همینجوری به ترتیب 13 14 تا 12 شما کودک هستی به اصطلاح. این ماجرا، حالا روز مادرم این، ولی یه ویدیو من دیدم برگردم اصلا یادم باشه، ایران روز زن، این هر کی اینو درست کرده و هر کی پخشش کرده و اینا دمش گرم، خیلی قشنگه،
این آقا هم خیلی راحت برنامه اجرا میکنه. اگه کسی این رو میشناسه، من میدونید خیلی از هنرپیشه و اینا رو ما نمیشناسیم، اگه کسی این آقا رو میشناسه اسمش و اینا رو برای من بنویسه، من اگه بتونم باهاش یه تماسی داشته باشم، من کیف کردم. یعنی میتونم بگم سه بار این ویدیو رو گوش دادم. بذارید براتون بیارم کپچر سلکت ایریا. بله اینجا بذاریم اینجوری. روز زن دیدید که وقتی مثلا روز چیزیه، همه تو فیسبوک و اینها روز زن، روز زن که 8 مارس، روز مادر رو تبریک میگم و فلان و اینها، میگه روز مادر که بشه تولد فرح، روز پدر هم میشه تولد فریدون جواب. ای خدا بگم تو رو چی کار کنه. خب بذار من صدای اینو براتون زیاد کنم. دوستان اینو با دقت گوش کنید، بعدم میتونید باز این نوا رو برگردونید گوش کنید. لطفا روز زن رو تبریک نگید، من به هیچ بانوی ایرانی تبریک نمیگم، چون اونا به روز زن نیازی ندارن، اونا به رفع تبعیض و حقوق برابر نیاز دارن، نه یه شاخ گل، نه یه سرویس طلا، یه روز و یه هدیه که نمیشه گولشون زد تو این جامعه ای که زن نصف مرده، مثل شهادتشون توی دادگاه، مثل دیهشون. برید تو شناسنامه‌هاتون نگاه کنید، فرزند مال یک والدینه، فرزند پدر، مادر نقش دایه رو داره. وقتی میخوام برم پاسپورت بگیرم، میخوام برم مسافرت، باید اجازه شوهره باشه، شوهره اجازه نده نمیذارم برن، حتی اگه بهترین موقعیت تحصیلی، بهترین موقعیت ورزشی باید دست بده. روز مادر رو تبریک نگید، این کار درست نیست، مثل این میمونه دست این بچه آب نبات بدی که سکوت کنه که خاصه اصلیش فراموش. زنها و مادرها رو تأخیر نکنیم، نمیخواد شعار بدیم تبریک بگیم، اونا رو با چشم انسانی برابر نگاه کنیم، اونا جنس دوم نیستن، بفهمید. من تبریک نمیگم، فقط امیدوارم حقوق تو زن با یکی مثل من که بهش میگن مرد یکی بشه. بوس یعنی خنده های ساختگی، شکنجت بکنن. خیلی قشنگ، اجرای ساده قشنگ، ممنون. نه زیر ابروی برداشته، نه فلان، خیلی نشسته و داره برنامه اجرا میکنه. هر کی هست کار قشنگی انجام داده و درست میگه. خیلی ممنون آقای زمانیان. بله حتما روز پدر. والا ما شنیدیم اون آقای کی بود تو رادیو بود، چشاشم چپ بود، ثابت ایمانی نه بنده خدا، اون که بهایی بود فوت شد اینجا، یکی دیگه ایرج گرگین، اونم میگن بله با این نمیدونم والا. خب بین خودمون باشه، ولی جریان رستوران میکنوس و خوب که نخوندمش. خیلی ممنون. بله همیشه همینجوره، اون ماجرای داستانی هست، طرف میره یه جایی یه نفر رو استخدام میکنه، چاهکن، میدونید اون وقتا یه عده بودن چاهکن بودن، مغنی هم بهشون میگفتن، اینا بلد بودن کجا آب داره کجا نداره فلان نه. بعد طرف میاد میگه آقا اینجا برای من یه چاهی بکن. میگه آقا اینجا میکنم ولی این چاه آب نداره. میگه تو چه کار داری؟ برای من ممکنه آب نداشته باشه ولی برای تو نون داره. اینم ماجرای این. بله بعضی از دوستان به نرخ زندگی دوستان خودشون به اصطلاح چی بگم، نمدی از اون کلاهی از اون نمد گیرشون اومده. Thank you so much. I'm going to do it immediately. خیلی هم خوب. ما یه دوستی داریم، ایشون اصلیتش فرانسویه ولی همسر یکی از دوستان خوب ایرانی ما بوده و فارسی هم فکر کنم خوب صحبت میکنن چون همه چیز رو متوجه میشن و اینها، و امروز برای من یه خبری رو فرستادن که with his wife. بله این عکس یه نفره که با همسرش هست و متاسفانه چون قبل از برنامه بوده، حالا امیدوارم که بتونیم روز یه شنبه اگه برنامه داشته باشیم در مورد این بیشتر صحبت کنیم. این عکس هست و نیویورک تایم هم در موردش نوشته و بله بذارید من ببینم ماجرا چیه. ایشون نوشت که یکی از دوستانی که میشناختن و اینها assassinate، همون گفتم کلمه حشیشیان ایران اینجا برای کشتن استفاده میکنن، یک کسی یک کسی رو میکشه میگن این assassinate شد. اینجوری Lachman Slim was born in Harrod Herrick the one village near the now southern Beirut. بله میگن این آقای Lachman Slim
من اسمش رو اینا رو میذارم یا لینک این نیویورک تایم و اینا رو برای شما میذارم، هم مجله گاردین گویا راجبش نوشته هم نیویورک تایم، اینجا میذارم که بعد وقت کنید نگاه کنید روی فیسبوک. این یکی دیگه هم، اون مال کدوم بود؟ اون مال نیویورک تایم. اجازه بدین گاردین هم براتون بذارم. ممنونم از این دوست بانوی فرانسوی که امیدوارم یه روزی ببینمشون، حالا یا در کالیفرنیا یا اینجا. و ضمناً ما چندین تابلو نقاشی داریم از آقای سالار احمدیان، اگه کسی مایل هست به اصطلاح بخره این تابلوها رو. این مال موقعی بود که خیلی پول میساختم، پولدار بودم، ولی حالا که برای آخوندها کار میکنیم گدا شدیم. اگه کسی مایل هست این تابلوها رو من به قیمت شاید یک دهم اون چیزی که اون موقع خریدم حاضرم بدم برم، چون این خونه‌ای که اومدیم خیلی کوچیکه و جای این چیزها رو نداره به اصطلاح این تابلوهای بزرگ. در صورت ممنونم از این دوستمون خانم نلی و من سه تا لینک براتون گذاشتم روی فیسبوک، یکیش Times of Israel، یکیش TheGuardian.com مال گاردین دیگه، روزنامه گاردین، یکی دیگه هم نیو یورک تایم. اینا رو هم نگاه کنید و ببینیم برای شما چی گذاشتیم اینجا دوباره. اوکی من برای اینم می‌نویسم yes I will get back to you as soon as possible. I will get back to you as soon as possible ASAP. اوکی اینم از این. خب دوستان ببینم اینجا چی نوشتیم. اگر هر وقت از زندگی که دارید ناامید شدید، آقا من هر چی زحمت میکشم به جایی نمیرسم و اینا، این کنتاکی فراید چیکن هست اگه اشتباه نکنم اون آخرا آقای اکبری یکیشو تو خیابون زرگری درست کرده بودن، حالا نمیدونم اون موقع هم همینجور بدون اجازه یا فرنچایز بود واقعا، ولی من هیچ وقت پول نداشتم، خیلی گرون بود اون مرغ سوخاری و اینها، نداشتم که بخورم ببینم اونجا چه مزه‌ای میده اینجا چه مزه‌ای میده. کلونل ساندرز، همه فکر میکنن این تو ارتش بوده، کلونل بوده و اینا، نه این بیمه میفروخته، دو سه جا کار کرده، کردنش بیرون، یه بار تصمیم گرفته خودکشی کنه، حتی خودکشون هم نتونسته بکنه، یه بار تصمیم گرفته بچه خودشو بدوزه، حتی اون کارو نتونسته انجام بده، و ولی کسیه که بیلیونر شد. فکر کنم در سن 65 سالگی به فکر همین مرغ سوخاری که ما میگیم مرغ سوخاری، اونم نمیدونم چرا ما میگیم سوخاری، اینجا میگن فراید یعنی سرخ شده در روغن، ولی نه مثل ایرانی ها که اینقدر روغن میریزه این ورشو میسوزونه بعد اون ورشو میسوزونه، اینا یه دفعه یک گوشتی رو یا مرغی رو میندازن توی روغن داغ تمامشو پوشونده، این باعث میشه که بیرونش بپزه و خشک، داخلش هم میپزه ولی جوسی. ببخشید این عدسه وقتی میاد آدم چی کار کنه. حالا شانس آوردم بهتون خبر دادم، بعض وقتا نوه هم اصلا یه جایی من عدسه میکنم این بنده خدا میترسن. ببخشید. خب ماجرای مرغ سوخاری، کلونل ساندرز، زندگیشو یا بخونید یا تماشا کنید و هر وقت تو به مشکلی برخورد کردین تو زندگیتون باش تماس بگید، باش تماس بگید، با اون ویدیو به خودتون به اصطلاح کمک کنید و یاری بدید. واکسن در ویرجینیا، میدونید که چند روز گذشته دو تا از بازیکنهای فوتبال ایران از دنیا رفتن، روان هر دوشون شاد، ضمن این که من اصلا تا پری روز هم عکس اون یکی دیگر هم ندیده بودم، نمیدونم اصلا فوتبال و ورزش اینا رو دنبال نمیکن. دوستان آقا هر چی میخوای از صبح تا شب فوش بده با آخوندا، اصلا حکومت برای این ساخته شده که من و شما بهشون فوش بدیم. ولی امروز دیدم یه خانم هنرپیشه جوون ایرانی، اگه کسی لینکش داره بذاره اینجا، گریه زاری واکسن بخرید فلان، یکی نیست به این زنکه احمق بگه تو رژیم آخوندا هنرپیشه هستی. خود این زنایی که هنرپیشه هستن ببینید از فساد چی میگن، یکی یکی وقتی میان بیرون میرن ترکیه و این ورور، میگن آقا اونجا 10 نفر سوارمون شدن، 16 نفر نمیدونم فقط ما چی گرفتن، لاس خشکی زدن، 6 نفر تو آسانسور سوارمون شدن تا بهمون نقش دادن.
خب حالا اینا نقش بازی میکنن، پولی میسازن، میان بیرون و میرن یه شغلی پیدا میکنن یا تو تلویزیون مختلف شغل میگیرن، بعد یه دفعه میشن دلسوز مردم ایران. کدوم مردم؟ همون مردمی که اینا با چپاول از اونها تونستن زندگی کثیفشون رو بگذرونن. آقا من هفته پیش بهتون گفتم تازه بعد از یک ماه که ما ثبت نام کردیم برامون ایمیل اومد که نوبت مادرت رسیده بیارش اونجا. گفتیم باشه. من خودم نمیخواستم بزنم واکسن، منم مثل آقای اکبری بودم بابا ولمون کن یا میمیریم یا نمیمیریم، ولی اینجوری هم نیست آقای اکبری، همش مردن نمردن نیست، زمینگیر شدن اینا هم هست. به قول خانم من میگه که اگه میمردی که خوب بود، زمینگیر میشی ما باید چی کنیم؟ برو بزن. گفتیم چشم دیگه، وقتی همسرت میگه باید بگی چشم. رفتیم این قرص فشار خون و کارتی که برای جایی که کار میکنم و اینا رو هم بردم، چون من ماه دیگه میشه 65 سال. گفتم حالا که مادرم میبرم اونجا بگم خب حالا که ما تا اینجا اومدیم اگه میشه به ما هم بزنین که دیگه نیان. میخوام بهتون بگم حالا آقای چیز نوشته، آقای خورسندی نوشته نوبتش آگست میشه، نمیدونم آقای راستگو نوشته من 68 سالمه تو آلمان نوبتم نمیدونم مرداد ماه میشه، آقای اکبری اونجا چه جوریه شما میدونم گفتی نمیزنم ولی اگه میخوای بزنی نوبتت کی میشه و اینا بگذری. ما زدیم و اسم نوشتیم و نامه هم اومده، رفتیم روز سه‌شنبه 2/2 یعنی دوم فوریه نوبت شده، رفتیم خیلی منظم خیلی قشنگ ماشین پارک میکنیم میشینی میگه نیا تو، بعد برات تکس میفرستن بیا تو، بعدم که میری قشنگ انقدر آدم وایساده کمکت میکنه، چون همه اینا واکسن زدن شما یکم خیالت راحت تره. ولی یادتون باشه دوستان، یکی مینی واکسن زده ولی ناقل این ویروسه. این دوستانی که میگن آقا خیالت راحت باشه من واکسن زدم، تازه خطرناکترن، چون مثل این میه که بگه خیالت راحت باشه ولی تو ماشینش یه بمب داشته باشه، خودش لباس ضد بمب پوشیده این بمب منفجر بشه. به من این خانم بازیگر برای این گریم کرد که 6 سال توی فیلم بازیش نمیدهن. ببین آقا من که نمیشناسم این خانمه، ولی این اگه بازیش میدادن، اگه هنوزم سوارش میشدن، واکسن چیه میرفتون باگم. برگردیم به اون فوتبالیسته. اولا این فوتبالیسته گویا آموش آخونده، خب گناه این نیست ولی فوششم میدن من از که آخون. توی چند تا فیلم هم بازی کرده، اونجا هم ایران هم شده مثل همینجا، یکی که فوتبالیسته خواننده میشه، نمیدونم هنرپیشه میشه، اینا کم پول میسازن توی رشته ای که از اون ور دیگه هم مثل اختاپوس و زالو میان خون مردم میمکن. بمانه این آقا هنرپیشه بود و اینا. ولی آقای زمانیان شما فکر نمیکنی این خیلی عجیب بود که با مادرش اینجوری همه جا این مادر رو میبرد؟ نمیدونم، میدونم دوست داشتن مادر حالا وظیفه که اصلا حرفشو نزن، ولی دیگه این آنورمال بود، میدونید آنورمال بود. یعنی میگه من بابا مریض شد، بعد مادرم شوهر نکرد، بعد نشستم پای مادرم چون خواهرم و برادرم ازدواج کردن. خب آقا تا هم ازدواج کردی دو روز این بابا این سیستم من مادر بزرگم 6 تا بچه داشت، 3 تا دختر، 3 تا یعنی من 3 تا عمه داشتم، بابام که خب بابام 2 تا عمو، 6 نفر. اینا یه هفته میمد خونه این ننه یا مادر بزرگی، بابام هم خونه نداشت، یه هفته میمد خونه این، یه هفته براتونم تعریف کردم مثلا منو میبرد روزه، میگفتم چرا گریه میکنی؟ میگفت ننه من که برای خودم، برای اونا گریه نمیکنم، برای خودم گریه میکنم که 6 تا بچه یتیمو بزرگ کردم. ببینید این آقاه گفت آقا زن میخوام چیکار، با این میرم با اون میام، حالا خدا رحمتش کنه هر کی بوده من نمیشناسمش، ولی میخوام بهتون بگم خانم 43 ساله واکسن، حالا شما واکسن بخری یکی به کر خر، مگه نگفتن 150,000 تاشو یه خیری آورده که اصلا خبر دروغ بود، 15,000 تا بعدم اصلا ول شد. خب شماها چرا خیر نمی کنید؟ شماها که میدونید آخوند دزده، شماها که میدونید شاه هم قبل از اون هرچی پول دزدیدن یه پنیشو در راه ایران خرج نمیکنه. شمای خانومت نمیدونم 30 ساله پولدار، شمای فوتبال بازیگر فلان، شما کوفتی ها چرا پولتونو برنمیگردونید به این جامعه؟ هی ماتم دوتا
این دوتا هم دیگر دوست داشتن، حالا با هم رفتن، بعد اون دوتای دیگه قهر بودن تو مراسمشون اومدن آشتی کردن. بعد بیان نگاه کنید ببینید ورزشکار احمق ما چه عکسی میگیره. ببینید این تو مراسم پلیر سه، این تو مراسم اون یکی اولیه پلیر سه. من هنوز نتونستم فیلمی از مراسم ازدواج و چیزای اون آقا رو پیدا کنم که ببینم این دو ماه پیش ازدواج کرده، یه دفعه چجوری ویروس و فلان. البته ویروس میگن یه دفعه تو دو روز یه نفر رو از بین میبره، یه نفرم میگیره، صد روزم میره بیمارستان، تا پای مرگم چند بار میره ولی برمیگرده. دوستان نگاه کنید این بنر، یا این نمیدونم به اینا تو ایران چی میگین شما، پلاکارد هر چی، اینو من فتوشاپ نکردم روی عکس. این عکس یه مرده ای رو گذاشتن اینجا بزرگ، اون وقت اون احمقا دورش جمع شدن، ببینید با چه فاصله ای. حالا اینا بازی فوتبال که میکنن، همینجا یه شنبه قرار فوتبال بازی کنن. من اصلا برای اون چیزه نوشتم که این چه احمقانه است. از این بر به مردم میگید بشینید تو خونه، از اون ور میگی مادر بزرگه بچه‌هاشو نبینه، از اون ور میگی پدر بزرگه بچه‌هاشو نواهاشو نبینه، ولی خود کره خرتون میرین توی سالن به بزرگی، بعد مردم هم میگید بیا، بعد میگه اینجا بازه. آقا اصلا دنیا داره به طرف حماقت میره، دنیا داره به طرف نابودی میره، اونم با دست خودمون با پای خودمون. این تصویر مال چیز متاسفانه خوب نیست، بذارید ببرمتون یه جای دیگه صداشو ببندم. این نیویورک پشت سر ما، از اون ماشغال از اون ماشین آشغالی زرد گرفته تا الی آخر، و اینجا جای خیلی قشنگیه. اینجا شما بذارید اینجوری بهتون نشون بدم، اگه یه وقت اومدید نیویورک، اینجا که میرید همیشه یه آدم نشستن، معمولا توریستن، همیشه هم یه عده آدم برای شما نمایش میدن این رقصای خیابونی و اینها، که من دیدم تو ایرانم گویا خیلی زیاد شده. خب اینم از این دیگه، از کی بد بگیم دیگه، کیو با خودمون دشمن کنیم. بذارید ببینیم که چی نوشتم اینجا. بله آقای فلاح رو گفتم. بله آقای اکبر اکبری، پیام: فیلم فرستادن مادر به منزل سالمندان چه باید کرد؟ آقای اکبری اون فیلمو که خب همه میدونن دوربین مخفیه و گذاشتی و اینها، ولی عشق من رو در آورد. و درسته که حالا اونا بذار اگه بشه نشونش بدم ببینم فیلم رو ضبط کردم اینجا. امروز صبحم باز دیدمش، ایران مادر. بله بابا کارم خیلی مرتب شده. یک لحظه دربست. این ماجرای دربست تو ایران یعنی چی؟ شما به تاکسی میگی دربست، دربست وای میسه، بعد چجوری از شما کرایه میگیره؟ آی زمانی اگه میشه برای ما توضیح بده، چون آخرین چیزی که من تو تهران دیدم، هنوزم شیراز نبود، خیلی خوب کار میکرد این سیستم مستقیم. سوار تاکسی میشدی میگفتی مستقیم. مثلا فرض کنیم من از فلکه فرودگاه شیراز میخوام بیام برم فلکه شهرداری، میگفتم مستقیم، این تا پارامان مثلا یه تومن میگیره، بعد دوباره مستقیم تا فلکه ستاد یه تومن میگیره، بعد مثلا ازش میپرسم آقا شما میری به طرف شهرداری؟ اگه نه پیاده میشم با یه تاکسی دیگه، دوباره میگم مستقیم. حالا اینا من دیدم تو فیلم‌ها هی به هم میگن دربست. حالا این فیلمو با هم ببینیم، موضوعش تاکسی نیست، موضوعش این آقا میخواد مادرش رو بفرسته خانه سالمندان. آقای اکبری خیلی ممنون، من میدونید در طی روز بعضی فیلم‌ها رو چندین بار میبینم، ولی معمولا اونی رو که برام اول میفرسه اینجا رو برگم یادداشت میکنم و ازش تشکر میکنم. اگه دوستان دیگه ای هم هستن، چون بعضی وقتا دوستان گله میکنن آقا اینه که من برات فرستادم، میگم میدونم بابا یکی و دوتا نیست، ولی من معمولا از این که از سورس، از سرچشمه، از اون اولی تشکر میکنم. دیدن این ویدیو الزامی است. دربست میخوام اگه میشه مامان منو ببرید تا خونه سالمندان، میام آدرسش. نه من نمیام. مامان من نمیام. درو خونه. نه من نمیام. آقا چرا؟ آقا این هر سری همین جوری سر من در میاره. آقا من میام. من درو باز میکنم. نه. میندازم اصلا. اصلا اصلا. شما گاز بده. من نمیام. چرا خب کرایه‌شو میدی؟ کرایه‌شو میدی؟
هر سری همین جوره ها. نگاه اگه نمیخواد ببرش بدش بابا. مسئله بودنش اینا نیست. شما اصلا مثل این که مشکل داری آقا. بیسون. نه نه من نمیرم. نه نمیرم. حالی کن. بیا مامان. مامان میره. من عجله دارم. بیا. بیا آقا تو که تاکسی گرفتم. بیا مامان. مامان بیا. بیا سوار بشو. من عجله دارم. بیا آقا شو. خودش میگه من میام. من میام خودو. بلش کن. آقا عجله دارم. چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ عجله دارم. که زشته. مادم که بد دارم. چی کار کنم؟ عجله دارم. کار دارم. خدا میگه اگه خونم جا داشتم میبردمش خونه خدا. تنها نمیتونم اونجا باشه. گناه دارم بنده خدا. این دوستان ما جا داره. ما با هر چی داریم اونو داریم از اینا داریم. من خودم الان مادرم فلجه. تو چرخه. یک خواهرم شوهر نکرده به خاطر او. یعنی داره نگهداریش میکنه. بذار راضی بشه. ببینید ما مادرم اونم از دست داریم و بعد میفهمیم. بذار راضی بشه. جو بهتر. نمیدیم نمرش. بذار راضی باشه. یعنی حاضرم مجانی ببرمش ولی راضی باشه. چیست مادر آن که در دنیا و عقبا مادر است مادر است بس که بر خود دید غیم سلطان غم ها مادر است مادر است. من کار دارم خود نمیرسم بیام که از مادر واجب در هیچ کاری نیست. بس سلام اینو برش دار میکردم میذارمش اگر شما گاز بده. نه اصلا راحت هم سوارش نمیبرمش. امروز کار دارم. یه چیزی بگید میگه ببرم سالمندا بذارم. مامان اذیتش نکن مادر. فردا دوباره میارم. اونجا بهت میرسن مگه نه بهش رسیدگی میکنن. این قضاوت از من نخور. مادرت باید نگرش جان. های مادرت باید چشت نگرش. بله اینا برای روز مادر ساخته بودن و ببخش نوشته که همین الان گوشی رو بردار و با مادر تماس بگی. ببینید دوستان من یه چیزی براتون تعریف کنم. خب ما متاسفانه خواهر نداشتیم و 4 برادر بودیم که خب یکیش کشته شد الان 3 هست. وقتی که پدر مادر من زودتر از من اومدن آمریکا، من آلمان مونده بودم، اونا چون داداشم به اصطلاح چیز داشته زودتر اومد. وقتی که من اومدم اینجا خب باید صحبت سر این باشه که حالا اینا با کی زندگی کنن. من به مادرم گفتم که مادر بزرگمون یادت هست چادر نمازش باید میگرفت از این خونه به اون خونه فلان، نه شما بیا یه خونه مستقل برای خودت بگی، یه آپارتمان اون وقت هم 900 دلار 1000 دلار. ما ستام گردنمون از مو باریکتر اجارهشو میدیم. اینجا هم که الحمدلله دولت کمک میکنه، داداشای ما اینجا مالیات دادن، ما حالا داریم کار میکنیم اینا. خلاصه استقلال دادن به پدر مادر با بردن انداختن یه جایی که از دستشون راحت بشیم فرق میکنه. و همین الان که من با شما صحبت میکنم میتونم بگم سال 3-4 که من هی به مادرم میگم که اگر میخوای یه کسی بیاد خونه کمک کنه، اینجا هم دولت میذاره، یعنی به اصطلاح پولشو میده، هم اگه نداد ما ستو داداشی این کار میکنیم. میگه نه، من تا روزی که خودم میتونم یه لکلکی کنم برم فروشگاه خرید کنم بیام، همین الان که با تون صحبت کنم آش گذاشتم برای فردا صبح، آش سبزی شیرازی دستپخت مادر بخورم. این فرق میکنه. حالا یه جایی یه روزی شما میبینی اون نگهداری شما به نگهداری اون خانه سالمندان نمیرسه. چجوری؟ با تحقیق کردن پیدا کردن خانه سالمندان خوب، نه اینکه تو آمریکا خانه سالمندان نشون میده هر از چند روزی میان میزنن این پیرزن پیرمردا رو، ساعتشون رو میبرن، دواهاشون رو میدوزن، پولشون رو میدوزن، نمیدونم بیچاره ها پشتشون
چی تو ایرانی هم داریم مالی یه چیزی، اینایی که تخت خواب میخوابن زیاد به اصطلاح چیز میزنه، جوش میزنه و پوستشون حساسیت پیدا میکنه. در صورت آقای اکبری خیلی ممنون که این فیلم رو برای من فرستادی و باعث شدی که از اون چیزی هم که میتونم بیشتر بخوام که از مادرم نگهداری کنم. و امیدوارم، من باور کنید اینجا هستم، کسایی زنگ میزنه میگه آقای سوربی داداشم گفته من میخوام برم ایران، مادرم مریضه، پول سفرش هم ما دادیم، گفتیم خب حالا تو میری مرخصی، حقوق نمیگیری، فلان بیسار اینا، این پول ما دوتا مثلا پول اونو دادیم رفته اونجا، مادرم اونو برشته برده محضر، ازش وکالت گرفته، خونه و اینا رو فروخته، حالا دیگه اصلا جواب تلفن اونم نمیده، مادرم اونم برده انداخته خونه سالمندا. بهتون گفتم یه دفعه یه آقای بود زنگ میزد اینجا، هر دفعه هم خودش یکی معرفی میکرد و این خیلی افتخار میکرد، ادعای زرنگیش بود که سیستم آمریکا انقدر خر تو خره که این رفته ایران یه زن گرفته، زنه رو آورده اینجا به عنوان پرستار مادرش داده به استخدام دولت، حالا تو خونه زندگی میکنه، هم از زن یه چیزایی اصلا ایرانی ها حالا همه کارا رو میکنن، همینجا یه آمریکایی چندین سال مادرش مرده بوده، مادره رو گذاشته تو فریزر، بعد عینک میزده و روسری، پیرزن ها اینجا هم روسری میپوشن، آمریکایی ها روسری میپوشید و اینها میرفته. آهان، زخم بستر بهش میگن اون چیزه. خیلی ممنون. آقای زمانیان توضیح میده راجع به تاکسی، در بس یعنی کسی را سوار نکن تا فلان جا ببر، مثلا 50,000 تومان. ولی خب یه چیزی من از شما میخوام بپرسم، خب تو ایران که تاکسی ها اینجوری بود، با وجودی که قانون گذاشته بودن که اگه خالیه شما میتونی بشینی تو، بعدن بهش میگی کجا میخوام برم، ولی همه میپرسیدن کجا، اونم میگه کجا، میگه نه نمیخوره، که جوک ها ساخته بودن برای این نمیخوره. ولی شما مثلا اگر شمیران باشی بگی دربس، خب تاکسی که تو اون منطقه کار میکنه بشینی داخلش، بعد مثلا بگی نازی آباد، این باهات شما رو ببره یا یه توافقه، بعدم باز همون اول چونه میزنن سر چنگ، یا میتر داره از این دستگاه شمارش داره. خلاصه این اوبر و اسنپ شنیدم تو ایران هست و اینا، خیلی کارا رو درست کرده، تنها اشکالی که تو سیستم اسنپ هست گویا به راننده اسنپ میگه که مسافره کجا میخواد بره و اینا مثل میوه ریز و درشتش میکنن، خوب و بدش میکنن و این غلطه. اینجا اوبر یا لیفت یا شرکت های دیگه که هست، من وقتی زنگ میزنم راننده تا منو اینجا سوار میکنه نمیدونه من کجا میرم، ناگفته نماند. اگه اینا هم بخوان اطفال بریزن میگه ای ببخشید ماشینم خراب شده، ای نمیدونم پیج گرفتم فلان، ولی خب و شما مینویسی برای اونا، اینا 3-4 بار اینجوری کنن میندازنش بیرون. آقای زمانیان میپرسه خبری از بابام شاه رضا پهلوی نیست؟ حتما یه جای مهمونی چیزی هست، حالا زمستونه، این فعلا رو تخم خوابیده بیرون نیاد. اتفاقا یکی از همین دوستان طرفدار پادشاهی به من گفت که آقا بیا ما مردم تیوی و مردم ریپورت از تو میخریم، خودت هم 6 ماه برامون کار کن، بعد بیا بریم با رضا پهلوی هم آشتی کن. گفتم آشتی کسی میکنه که قهر باشه، من با ایشون نه دوستی دارم نه فامیلی دارم و نه قهرم. من 2-3 بار از ایشون سوال کردم، ایشون نتونسته سوال رو جواب بده و به خاطر اینکه طرفداراش احمق هستن هم خودش هم طرفدارانش با من بد شدن. به من چه؟ یه تیمسار ژاندارمری هم بود، اهل شیراز بود، اونم یه دفعه بهم گفت بیبریم اونجا، احتمالاً الان دیگه فوت شده چون 20 سال پیش بود، ایشون هم 70-80 سالش بود. و گفتم آقا من محتاج یه نهار و اینا نیستم. حالا اینه دارم میگم، این طرف من بهش گفتم چی شده آقا رضا دوباره زمستون شده، رفته خوابیده رو تخم، بعد میخواد برای بهار یه کاری بکنه که دنبال رادیو تلویزیون میگرده و این بیچاره عقب افتاده چند بار تا حالا اومد یه لپتاپ گذاشت، من از امروز جوابگوام، از امروز میشینم. آقا نمی کنن. اینا دلسوز مردم ایران نبوده، نیستن و نخواهند بود. کی اینا از سرتون میکنید بیرون؟ هر کی فکر میکنه اینا دلسوز ایرانن بیاد توی برنامه قشنگ بدون چاقو و زنجیر، این روزا که دیگه نمیخواد تو استودیو هم باشی، از طریق اسکایپ با هم صحبت کنیم، شما 5 دقیقه حرف بزن، من 3 دقیقه حرف میزنم.
5 دقیقه شما 3 دقیقه من، دیگه از این عادلانه تر تو موقعی که شما حرف میزنی من ساکت میشم، تو موقعی که شما من حرف میزنم شما ساکت باش. آخه بابا کارتون خرابه، یه جا و دو جا هم خراب نیست، 100 جا خرابه. آقای اکبر اکبری پیام، خیلی ممنون، فیلم فرستادن. نگاه کن اینجا نوشتم پیام، یعنی در قسمت پیام ها میتونم اون فیلمو پیدا کنم، نه روی صفحش. بابا من کارم خیلی درسته. آقای اکبری، دوست ما جعفر محبودی کمرئی، خونهشون دم دروازه کازرون نرسیده به خیابون گلکوب بود. باورت نمیشه من پریشب 1 ساعت فکر میکردم این خیابون گلکوب و بهداشت و اون مدرسه فرهنگی بود چی بود، اونجا میرفتیم این خیابونه اسمش چی بود. یادمه در رابطه با گچ و آهک و اینا بود و یادمه بهش میگفتن وسترن شیراز. خدا نصیبتون نکنه اگر یکی از این خربازا بار آهک زده بود میخواست از اون یکی جلو بیفته، میزدن به این خراب و اینها و شم اصلا از سوارای کبوی بهتر، در صورت گلکوب و اینا. برگردیم، این آقای جعفر معبودی خیلی نامرتب بود به نظر من و داداشم، با هم شریک بودیم ستایی، ولی یه حرفی میزد میگو من در حین نامرتبی یه ترتیب خاصی دارم و گاهی وقتی هم درست میگفت. مثلا بهش زنگ میزدیم میگفت جعفر ماشین اینجا فروختی پروندهش کو، باید اینجا بذاری. میگو نه من اینجا نذاشتم، برو تو اون اتاقه، اونجایی بود دیشب داشتم میوه میخوردم از زیر اون گذاشتم. بعد این به نظرش میمد این ترتیبه، بماند هر جا هست موفق باشی. منم اون ترتیب جعفری رو اینجا رعایت کردم، نوشتم اکبر اکبری، دوتا کود ان کود گذاشتم که تو قسمت پیام ها هست. در برمه یا میانمار کودتا شد، خانمه یادتونه 10-15 سال توی زندان حبس خونگی بود و اینها، بعد آزاد شد، بعد با ارتش قرار گذاشتن، تا اومد زد همه رو کشت و همه رو در به در کرد و اینا. هیلری کلینتون حتی فکر کنم برای آزادیش رفت. حالا همونو دوباره گرفتن انداختن زندان. البته زندان اینا به زندان آقای موسوی و میرحسین موسوی و کروبیه، باغ بزرگ تو خونه شون، دیگران میان میرن و الی آخر. گلکوب تگزاس، ببین قشنگ اینم نوشت، بله واقعا بهش میگفتن تگزاس گلکوب. من آقا اون اداره بهداشت و اون فرهنگ هنر رفته بودم ثبت نام کرده بودم برای ویالون و سینما و یه چیز دیگه، هیچ وقتم هیچ کدوم از اینا نیامد، معلمش و فلان، همش آقا تظاهر، همش تظاهر. حالا ما اینجا یه هنرپیشه‌ای داریم، این علی تیرتاشه چیه پیورتاشه که این اصلا اینا نوکر فرع دیبا شدن که اینا تو کانون کودکان را افتادن. بدبخت احمق، ای هنر بند نه هنرمند، این که مال فرع نبوده، 1000 تا مثل اینو باید باز میکردن جای دیگه، پولا رو خوردن و بردن و تابلوهای گران قیمت خریدن. برای که تابلوه اینا میدونید برای پولشویی ازش استفاده میشه، اینایی که میگن خانم فرع پهلوی خیلی دنبال هنر و اینا بود، برای پولشویی ازش استفاده میکردن. راستی این کلمه پولشویی از کجا اومده؟ امروز بنویسید برای خودتون کلمه پولشویی از کجا اومده. اینجا بهش میگن money laundering، همون یعنی پول، laundering یعنی خوششویی، laundering. و توی این ماجرای پولشویی خیلی کارا هست که انجام میدن، همش به عنوان پولشویی. یکیش خریدن چیزای آثار هنری است. فیلم گزارش قبل از انقلاب اینجا نوشتم، واکسن در ویرجینیا که براتون گفتم، بالاخره ما رفتیم واکسن برای مادرمون زدیم، 2 نوبت داره، یکیشو زدیم، بعد به اون خانمه که گفتم اینجوری اینا، گفت متاسفم باید فقط از اون طریق ثبت نام کنی، ولی اگه بخواین اسرا یه عده که نیومدن، ما به اینایی که وایسن و اونم به خاطر اینجا برف و اینا هست، نه بهتون یه عکس نشون بدم مال برف و این چیزا، گفت اگه وایسین اونجوری، گفتم نه بابا نمیخوام. این پلیر 3، این اینجا بود 2-3 روز گذشته، برف و یخبندان و همه یه چیزا، تا دیروز صبح حتی قندیلک میگن چی میگن زده بود، آویزان بود از این چیزایی که آب میاد. خب آهان گلد واشه، بله
خب گلد که یعنی مانی، هم واشینگ، اینجا هم واشینگ میگن، ولی برای این لاندری میگن. دلیلش اینه که نمیذاری یا اکبری خراب میکنی برنامه رو. آقای آل کاپون که معرف حضورتون هستن، ایشون برای که پولای رو جابجا کنه، و آل کاپون میدونید خیلی جنایت کرد، هیچ جوری نتونستن بگیرن چون آدم زرنگی بود. اوکی؟ تنها جوری که تونستن یقش بگیرن یقیه مالیاتی بود، از طریق مالیات گرفتنش اینا. بعدم که بردنی زندان، زندانه تلویزیون و فلان نداشت. آل کاپون میاد یک سری جاهایی رو درست میکنه که مردم برن پول بندازن لباسشونو بشورن، لاندری. حتما الان همه جا هست، جاهایی که مخصوصا آپارتمان زیاده، خونه ها به اصطلاح یکیشو میذارید 2 دلار 3 دلار میدی میشوری، بعد 2 دلار 3 دلار میدی خوش میکنی. اینا چون همه پول نقد میریزن توش، این از اون لاندری میاد و از اونجا این رسم شده. حالا بعضیا باور دارن سازمان مجاهدین مانی لاندرینگ میکنه، بهترینش و تازه ترینش آخوندا انجام دادن. یادتونه من یه دو هفته گیر داده بودم به بیت کوین، میگفتم من بیت کوین رو نمیفهمم، یعنی چی؟ مگه این یه چیزی که بخوان استخراج کنن؟ چرا آخوندا سیستمای بیت کوین رو آوردن تو ایران؟ مانی لاندری میکنن، پولشویی میکنن. بیت کوین رو هیچ کس نمیتونه دنبال کنه، پیدا کنه، و اینجوره که الان آمریکا و کشورهای دیگر هم سر کار گذاشتن با همه این تحریم‌ها و اینها. ایران میگه از اون زمان از لحاظ اسلحه و فلان اینها جلوتره، و حالا افتادن به دست پا که برگردین. ایران میگه نه آقا، ما که تو این بودیم، شما باز ضررها رو به ما بدی تا بیایم. دست بالا رو گرفته که عقب نیفته. اسم اون هنرپیشه علی پورتاش هست. بله، جدیدنم با یک خانم خیلی جوان ازدواج کرده، و جالب اینه من چند سال پیش برنامه اینو نگاه میکردم، یه دفعه خواست بیاد، براش نوشتم که اگه کاری چیزی داشتی من اینجا هستم. این فکر اسم پارسا سوربی رو با پریسا سوربی اشتباه گرفته بود، خیلی هول شده بود، میخواست منو بلند کنه، ولی الان رفته با یک خانم هنرپیشه خیلی جوونی ازدواج کرده. همسر قبلیش فکر کنم آمریکایی بود، فوت شد، خدا رحمت کنه اون همسرش رو. خب دیگه از کسی بدی، گله‌ای، چیزی ندارید ما بگیم؟ شما رو که نمی‌بینن، با ما دشمن میشن. روز زن در ایران، اینجا نوشتن که فیلمو نشون دادم. آقای مهدی ذوالفقاری، اینجا نوشتن که ویدیوشونو نشون دادم. و اگر یک شنبه اسایمنتی نداشته باشن، ببین یه چیز خیلی ساده براتون بگم، اگه یه نفر بگه آقا من 100 دلار 150 دلار میدم این برنامه روزی شنبه رو شما بشین اینجا رله کن روی تلویزیون مردم، مردم تیوی دات کام نشون بده، روی فیسبوک هم نشون بده، بعدم روی یوتیوب بذار، من اگه کسی زنگ بزنه بگه صبح یه شنبه یک مراسمی داریم میخوایم 2 ساعت شما بیای فیلم بگیری 400 دلار بهت میدیم، به خاطر این 100 دلار 150 دلار به اونا میگم ساری متاسفم من قبلا کار گرفتم. باور کنید روزا شده که من برای 50 دلار 900 دلار رو از دست میدم، ولی چون به آقای زمانیان گفتم آقا من ساعت فلان با شما هستم، اینه قول قرار اینا. ولی به اینا گفتم اگر کسی حمایت نمیکنه من چرا بشینم اینجا روز یه شنبه؟ بهتون بارها گفتم شنبه و یه شنبه الان یکم عوض شده همه چی. تنها روزایی بود که من به اصطلاح پول میساختم برای کارهای ویدیویی، برای گرجویش، برای فارغ التحصیلی، برای تولد، برای همه چی. الان اونام ریخته به هم، ولی تو واشنگتن همیشه کار هست، و این کارا هم بعضیاش طرف میگه آقا من یه برنامه دارم شما بیا یه ساعت رو تلویزیون رو با کامپیوتر، یه لپتاپ دارم تو اتاق اونوری با یه دوربین مخصوص فیلم برداری میکنم، خودم میشینم اون کنار، اگه جایی باشه آبجو بشه بخوریم، نخواهیم رانندگی کنی آبجو میخورم، اگه نباشه قهوه‌ای چیزی میخورم تا برنامهشون تموم بشه. اگه خواستید حمایت کنید، ولی اگه نخواستید برای این برنامه یک شنبه هم باز تلویزیون مردم رو لطفاً حمایت کنید. صحبت از تلویزیون مردم شد، متاسفانه این گوگل اد که 2-3 تا اد میذاره رو صفحه ما یه چند مدته که داره ادفار میریزه، و الان شما اگه بری مردم تیوی دات کام، نمیدونم شما اصلا هیچ وقت از اونجا نگاه میکنی تلویزیون رو،
ببینید مردم تیوی دات کام این صفحه‌ایه که سالها پیش من اصطلاح همینجوری با این نالج کمی که دارم طرحش رو دادم و ما باز اولین تلویزیون ایرانی بودیم که تمام رادیو تلویزیون‌های دیگر رو می‌ذاشتیم. این من چون دارم برنامه خودم رو نشون میدم داخلش پیدا نیستم، ولی این وسط الان اینجا می‌بینید اینجا باید این برنامه چیز باشه، سوربی باشه. اونا رو که بهتون میگم این 5 تا هست، 1 2 3 4 5، این 5 تا قرار بود یا مدتان بود آگهیه. این دوتا کناری رو شما فشار میدی، همیاری یا دونیشن چیز میکنی. این اونجاییه که ما تلاش میکنیم به احمقی مثل دانیال از کالیفرنیا یا به دوست خوبمون آقای فلا بگیم آقا اینجا همه میتونن آگهی بذارن، تبلیغ بذارن. بفرمان این والنتاینز موتور مال آقای بیژن جعفری، این اولیش یک این حالا ماز جبرانی اومد. در هر صورت دیگه اونایی که میدونن میدونن، اونایی که نمیدونن بهشون بگی میفهمن، اونایی که نخوان بفهمن هیچ وقت نمیفهمن نمیدونن. اگر لطف کنید از امروز تا برنامه آینده هر وقت وقت کردین مردم تیوی دات کام رو نگاه کنید و اگر بلد هستید ازش یه عکس بگیرید، یه عکس بگیره مثلا آقای زمانیان بنویسه که من در تهران در ایران نگاه میکنم، ما اینجا اینو میبینیم، البته با فیلتر. خب دوستان عزیز چیزی نبود، فوتبالیستا رو گفتیم، روانشون شاد، خدا بیامرزتشون. و باز این از فرهنگ بد ما، قبل از اینکه به مادرش درست خبر داده باشن گویا خبر اینقدر اینور اونور پخش شده بوده که مادر بیچارش همینجوری فهمیده. و اینها یک جوکی هست، این رو به عنوان حسن ختام برنامه براتون بگم. میگن که به یه نفر گفتن که یه خبر بد رو میخوایم بریم به مثلا یه خانمی که اینجا کارمنده بگیم، گفت شما هر خبر بدی رو به من بدی من میبرم جوری میگم که اصلا طرف خوشحالم بشه. خبر رو نوشتن بهش دادن، گفتن این خانم هست تو دفتر اینجا کار میکنه، برو بهش بگو. رفت اونجا در زد، خانم ایکس شما هستی؟ گفت بله. گفت که فلانی شوهر شماست؟ گفت بله. گفت همین الان با یه خانمی تو کافه نشستن دارن نهار میکنن. گفت خدا انشالله جنازهش رو برام بیارین. صدا زد گفت آقا جنازه آقای ایکس رو بیا. آقای مرده بوده، به این وسیله به همسرش گفتن و همسرش هم با خوشحالی گفت جنازهش رو بیارم. به شکر خداوند در مردانگی شما شکی نیست، خداوند یار و نگهبان شما باشد. خیلی ممنون. آقای احمدعلی مسعود انصاری دوستان، اسم ایشون رو کلیک کنید. آقای انصاری یه لینکی از برنامه‌هاتون یا فیسبوکتون همینجا بذارید، ویدیوهای درست میکنن خیلی مفید مختصر و هیچ اجباری هم ندارن که ایشون به زور شما رو به بهشت ببرن. اتفاقا میگن که هر کسی باید خودش، همونجوری که تو کتابای مختلف خوندیم برای رسیدن به خدا هر کسی یه راهی رو پیدا میکنه، میگه هر کسی باید راه خودش پیدا کنه. آقای انصاری خیلی ممنون، امیدوارم یه وقتی هم بشه با هم مثل قدیما گپ بزنیم، راه بریم. بنده خدا گاهی وقتا میاد اینجا میگه 6 فوت فاصله رعایت کن، یه بندی رو میگیریم باید 6 فوت رعایت کنیم. دوستان عزیز امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب خوش سلامت و تندرست باشید. لطفاً هم مواظب خودتون باشین هم مواظب دیگران با رعایت کردن همین چیزای پیش پا افتاده. ماسک بزنید، دستتون رو به دفعات بشورید با صابون 20 ثانیه بشه، یه آهنگی رو بخونید و واکسن هم بزنید. حالا تقلب نکنید، تا نوبتتون شد برید بزنید. باز هم ممنون و متشکرم از یکایک که شما دوستان. و امروز برنامه رو ساعت 3 به پایان میبریم چون برنامه رو زودتر شروع کردیم، من باید برم برای اساینمنت. روز و روزگار بر شما خوش. شما هم بیننده برنامه سوربی با مردم باشید. اینو آقای زمانیان درست کرده و منم ممنونم از ایشون. اون سفرم که بهتون گفتم مردمتیوی.com، از امروز تا هفته آینده به اصطلاح یه نگاهی کنید و برای ما بفرستید. خیلی ممنون که با ما بودید، به امید اینکه روزهای بهتری در انتظارتون باشه. مرسی.